به نام خالق یکتا سلام بیننده های عزیز، آرزو دارم که صحت و سلامت باشین در هر نقطه این کره خاکی که به سر میبرین و باز هم بیننده برنامه ما باشین. خوشبختانه در این برنامه باز هم یک مهمان دیگر با خود داریم و همشان ما امروز آشنا هستین، اما در آغاز ما میخواییم که یک نگاهی به گوشه های از زندگیشان بیندازیم و باز هم برمیگردیم، اما تو لحظه به لحظه ما را همراهی کنیم. بیننده های عزیز، باز هم برگشتیم و آرزو دارم که ما را همراه باشین و مهمان ما که امشب هست حتما شناختین که کی هست. آقای مجیب خلوتگر با خود داریم، رئیس اداره نای و همچنان حمایه کننده رسانه های آزاد. بسیارت خوش اومدین و سلام خدمت شما. همچنان تشکر، درود بر شما و تمام بیننده های تلویزیون آریانا. امیدوار هستم که وقتی با هم هستیم با شما و با تمام مخاطبین خوش بگذره. زنده و سلامت باشین. خب در آغاز میریم صحبت‌ها را از مو آغاز زندگیتان شروع میکنیم که شروع زندگی با کدام البته آرزوها و هدف‌ها بوده؟ اول خب آرزوهای اول زندگی شاید چه کوچک و آرزوهایی بوده که شاید تعدادش یادم نباشه، تعدادش هم برآورده شده یا نشده او حتی یادم نباشه. به هر حال همیشه آرزوی می بود که یک روز مکتب برم. روزی که مکتب رفتم یک همصنفی داشتیم اسمش ناجیه بود و برادر از او صنف 4 بود، 4 سال از ما پیشتر. آرزو داشتم اسم برادرش اسد بود که یک روز اسد را گیر کنم به قول معروف، ولی تا فارغ شدیم او را گیر کردن نتونستم، چون هر صنف که ما بالا می رفتیم او هم یک صنف بالا می رفت. آرزو داشتم از امو بچگی به قول ما رو پیلوت شوم یا دکتر، منتها نه پیلوت شدم نه دکتر. اما به هر حال موارد دیگه بود، از جمله ای که به هر حالش برم درس بخوانم، یک روز به قول همو زمانا نطاق شوم در تلویزیون یا در رادیو، به هر حالش یا صدایم یا چهرم دیده شوه یا شنیده شوه. خب این موارد همش به لطف خدا چنین شد. و در اون زمان کیها بودن در فامیل؟ از فامیل نگفتین و کیها بیشتر حمایتتان میکردن؟ اگر از امو ابتدایی که یادم از شروع کنم، فامیل ما کوچک بود، ما بودم و البته در از فامیل خدا رحمت کنه پدرم، عمر مادرم سایش خدا از سر ما کم نکنه او بود و دو تا همشیرایم بودن. بعد یک فامیل نسبتا کم جمعیت خرد بود، کوچک بود، چون شما از اوایل شروع کردین دیگه. بعد خانواده هم بزرگ شد و
یک برادر دیگه متولد شد، بعد دو برادر دیگه متولد شد، بعد یک همشیره یا خواهر دیگه. خانواده کلان شد. متاسفانه تقریبا 7 سال پیش از امروز پدرم از دست دادم، یک کمک کوچک شد خانواده. بعد طبق معمول و روال طبیعی تعدادی از همشیرها رفتن از خانه پشت بختشان، خانواده خرد شد و خرد شد. بعد یک تعداد خانمای دیگه دوباره شامل خانواده ما شدن. فعلا اولوش 23 نفر در یک خانواده زندگی میکنیم. من هستم با خانمم و فرزندایم، برادرم هست با خانمش و فرزندایش، دیگه برادرم هست با خانمش و فرزندایش، و یک برادرم که هنوز ازدواج نکرده هم مسلک شما و ماست. و امرو خمی گفتم مادرم هوا که خدا سایش از سر ما کم. صاحب چند فرزند هستیم؟ من 6 فرزند دارم. تقریبا 15 سال یک چیز بیشتر از این پیشتر از امروز ازدواج کردیم. 2 پسر دارم و 4 دختر. فرزند ارشدم دختر است، اسمش مسکان است و صنف 9 مکتب است. بعد پسرم است میسم، صنف 6 مکتب است. بعد دختر دیگه ایم است کتایون که صنف 4 است. بعد از او بابادش کوچولو است. در فرزنده همیشه همشان دوست داشتنی هستن، ولی یک یادتاش بسیار نازانه هستن یا بر پدر مادر بسیار خاص می باشن. بر شما اطور فرزندتان است کدامش؟ یک کمک سخت است که آدم تفکیک کنه و تفاوت بگذاره بین فرزنده، اما به صورت طبیعی فرزند کلانه یا اولاد کلانه به قول معروف بیشتر دوست می داشته باشه هر خانواده. دخترم مسکان برای ما بسیار در پالوی از این که دوستش دارم بسیار محترم هم هست، به دلیل مراعات تمام قدمه های رابطه بین پدر و فرزند را، و این خاطر او مراعات میکنه و پیش ما محترم است. بعد دیگه یک بچه خوردم هست اسمش از خورم که او به قول ما خودش شیرین میسازه، اما در کل پیش ما برابر است. بسیار خوب. و بیننده های عزیز یک وقت کوتاه داریم بر آقای خلوتگر، میخوایم چایم بیارم. خب آقای خلوتگر، چای سیاه برتان بیارم یا چای سبز؟ چای سیاه. چای سیاه رو دوست دارم. چرا؟ میگن چای مردانه است. بسیار خوب، ما چایم میارم و بعد از یک وقت یک کوتاه برمیگردیم. بیننده های عزیز، باز هم برگشتیم به ادامه برنامه و تا این لحظه آقای خلوتگر با خود داریم و خسته نشده باشین. خب از زندگی کدام خاطره بسیار جالب هم داریم؟ والا زندگی خاطره بسیار زیاد است، اما بعضی از بسیار جالب نمیشه. اول پیش از اینکه خاطره جالب رو بگویم، ما یک سوال از شما میکنم. بفرمایید. ما خود چای سیاه رو به دلیل که گفتم براتون میخورم، شما چرا چای سیاه میخورید؟ خب بخاطر چای مردانه است. خب بسیار خب. چرا که من همیشه احساس میکنم که من یک مرد هستم و زیاد دوست دارم چای سیاه. خاطره جالب کسی که باشه ازدواج کردم، یعنی همسر من، که او یک سال از من کوچکتر بود، به خانهشان رفتیم و یادم است که من میدیدم و همونطور با وجودی که بچه بودم بسیار آرزو میکردم که کاش یک زمانی ما بتانیم با هم ازدواج کنیم. خب این مسئله کاملا فراموشم شده بود وقتی که طبق معمول و رسوم افغانی خواستگاری رفتن و روزی که شیرینی را می آوردن، با مجرد که شیرینی را آوردن، من یادم است در مهمان خانه دوستا جمع شده بود، شیرینی را که آوردن مبارک بایی بر ما گفتن و دفعتا یادم آمد که
یکی از آرزوهای دیگه هم برآورده شد. آرزویی که کاملا یادم رفت. و بسیار با من جالب بود که کسی را که سالهای سال پیش آدم آرزو داره ولی شاید به مفهوم دوست داشتن نیه، خوب یک آرزوی بچگی بود بله. ولی حتی خدا بچه هارم جدی میگیره. و بسیار آرزوهای است که آدم در طفلیت میداشته باشه و آیسته آیسته وقتی آدم بزرگ میشه برآورده میشه. و بسیار خوب شاعر هم هستیم. یکان چیز نوشته میکنم. چند اثرتان چاپ شده و اولین اثرتان که چاپ شد چی انگیزه باعث شد؟ من چاپ شده یعنی منظوم بوده یا شعری بوده تال سه کتاب چاپ شده به نام یکی به نام بگذار نفسهایت را بشمارم، دوم به نام تو را از ترانه دزدیدم و سوم به نام آرزوهایم مهمان چشمان تو. اولینش هم بگذار نفسهایت را بشمارم. خب میشه از او اشعارتان یکی شد در ما اینجا بخونیم؟ من از جمله کسایی هستم که چیزی را که متاسفانه چیزی را که به خاطر ندارم شعرهای خودم است. از دیگاه بایتایشان را به خاطر دارم، متاسفانه از خود را به خاطر ندارم. و در فامیل بیشتر تصامیم شما میگیرین یا همسرتان؟ بیشتر تصامیم، چون ما با همی زندگی میکنیم، مادرم میگیره. بسیار خوب. اما آنچه که در چتر پایین تر از مادر است، تصامیمی که به شکل روزمره یا کارهای روزمرگیست را همسرم میگیره، متاسفانه همراه من مشورم نمیکنه. اما بعضی چیزها را من تصمیم میگیرم. شاید اگر نخواهیم اینجا تصویر کنم، تصامیم کلان ما بگیم. بیشتر میگین یا میشنویم؟ به دلیل از اینکه من 6 فرزند دارم، با خانمم 7 نفر، از هر کدامش کد زیاد میگم ولی از کلش کد زیاد میشنم. ولی به خاطر هر کدامش کم کم بگیم من زیاد میشنم. بسیار خوب، میتونین چای تانم بگیریم بخاطر که صرف نشه و چای تانم زیاد دوست داریم. ما هم یک وقفه کوتاه میگیریم و باز هم برمیگردیم. خب عزیزا باز هم برگشتیم به ادامه برنامه و با ما باشین تا آخرین دقایق ما را همراهی کنین. خب آقای خلوتگر، سفر دوست داریم؟ سفر دوست دارم. دو رقم سفر، اولی که همسفرم همراهیم باشه. آقا میخواست میرم پرسان کنم که دوست دارین تنها سفر کنین یا با فامیل همسر، یا بیشتر سفرهای سیاحتی میباشه یا سفرهای کاری شخصی؟ چند سوال پشت سر هم باش که یک تو جواب. سفر دو نوع سفر دوست دارم، سفر کوتاه یا سفر که اگر دراز باشه همسرم یا همسفرم یا خانواده ما همراه ما باشه. بسیار لذت بخش می باشه. سفرهایی که زیاد انجام دادیم کاری بوده، تقریبا در 10 سال گذشته شاید بیشتر از در داخل و بیرون افغانستان بیشتر از 50 سفر بوده، اکثرا کاری بوده. یک شما در اول برنامه از آرزو گفتین، یکی از آرزوهای میست که با خانواده یک بار بریم تاج محل. هنوز نرفتیم دیگه، ببینیم چی وقت میشه. انشالله این آرزویتان هم برآورده میشه. و بیشتر وقتی که بیکار هستین به چی پناه میبرین زیادتر؟ یا اوقات بیکاری براتون پیدا نمیشه؟ نه دیگه، او طور اگه بگویم که من هیچ بیکار نمیشم آدم دروغ گفته. گاهی در بیکاریم کتاب میخوانم، به قول ما که در وطن میگیم سبق میخوانم. گاهی هم با فرزندایم هستم، با مادرم هستم، یک ذره بچگی میکنم پیش مادرم و گپکای دلم برش میگم، چی گپایی که با هیچ کس آدم گفته نمیتونه. اما نازی که بالای هیچ کس کده آدم نمیتونه مادر است که میورداره، یک ذره ناز میکنم، یک ذره حال محال میکنم. ولی بیشتر اوقات فراغت در کل زندگیم کم است. کم است؟ بله. و بیننده های عزیز، ما نمبر دو دوست آقای خلوتگر هم گرفتیم، میخوایم که امراشان تماس بگیرم و آزادان کنه هم تماس ما را جواب بتن، حرفای اونا را هم خواهد شنیدیم و حال ما میخوایم که امراشان تماس بگیرم. آقای بشیر سلام علیکم. علیکم سلام. خوب است این ساعت داریم؟ تشکر، ساعت شما خوب است، بفرمایید.
آها زنده و سلامت باشین. ما از برنامه لبخند مهمان شبکه جهانی آریانا تماس گرفتیم و خوشبختانه آقای خلوتگر با خود داریم. میخواییم که حرفای شما را هم در این مورد بشنویم. هرچی بگویم در موردش کمتر از دوستی ما با او، محبت از او با ما و محبت ما با اونا همیشه پایدار بوده و یک مستحکمیت خود را داشته، همیشه پایدار بوده. دوستی هست برای ما که همیشه ما بالایش افتخار کردیم و افتخار میکنم و قابل افتخار ما هست و ای برای شما و برای دوستایش و برای کسایی که خلوتگر سیبا مشناسه هیچ مشکلی نداره در این مورد و آدم هست که میتونه آدم سرش حساب بکنه. بسیار خوب، و گپای جالب دیگر نداریم؟ والا فعلا از پشت تلفن مشکل نیست. خب ما میخواییم حرفایی که در دل دارین برای ما بزنیم. خاطرات دارم متافعلا بیانیم و قدر زود نمیتونه بیایم. یک خبرنگار بسیار عادی هستم فعلا پیش شما و پیش خلوتگر سید. خب زنده باشین، سپاس از شما، وقت خوش. تشکر، زنده باشین، وقت خوش بر شما میخواییم. تشکر. و آقای خلوتگر از شما مشنویم در مورد دوستتان. وید جان تقریبا بیشتر از 25 سال است من میشناسمش. یک دوست کاکه، یک دوست عیار، یک دوست فوتی و یک انسان با معنای اصلیش میشه آدم بالایش افتخار. بسیار عالی. و یک دوست دیگرشان هم نمرش بشمست، میخوایم که تماس بگیرم. آقای نادیمیان سلام علیکم. سلام، خوب هستید؟ خوب هستید؟ این ساعت دارین؟ تشکر، زنده باشید. خوب هستید؟ زنده و سلامت باشین. ما از برنامه لبخند مهمان شبکه جهانی آریانا تماس گرفتیم و آقای خلوتگر با خود داریم. میخوایم که حرفای شما رو هم در موردشان بشنویم. خوب است؟ طبعا بسیار مشکل است که راجع به شخصیت جناب خلوتگر براتون بگویم، اما چیزی را که من از شناخت که از خلوتگر دارم، شخصیت از او بسیار شخصیت عالی است. خدا کنه صدای مرا نشنوند. با یک شخصیت بسیار آرام، شخصیت هستم که همیشه با همکارهای خود مهربان و یک رهنمای بسیار خوب و بسیار گپای دیگه هم دارن اونا که ظاهرا نمیخواهند با کس شریک بسازن، منطقه فهمیده میشه که اونا بسیار گپا و بسیار پلانای دارن که میخواهند. مثلا میشه که شه برای ما بگویم؟ همی او آخر یک دو سه جلد اشعارشان تازه چاپ شده و در بخش ادبیات هم بسیار دسترسی عالی دارند. خب این همه را خب ما میفهمیدیم، گپای دیگر گفتیم. من برام اینجا کم از عرق کنم. آقای نادیمیان چی گپایی بود که من نمیخواستم شریک بسازم؟ آها زنده باشین، سپاس از شما، وقت خوش. زنده باشین، خداحافظ. تشکر از شما، زنده باشین. خب باز هم از شما میشنویم آقای خلوتگر. آقای فرید نادیمیان که ما در بین دوستا به نام فرید جان مشهور است، به دلیل از اینکه آدم بسیار با شخصیت، آدم آرام، آدم با صبر، آدم با حوصله و قول بسیار عامیانه اگر بگویم آدم بسیار با پاس و نمک شناس هستن. به عنوان یک دوست میبالم و مباهات باعث مباهات ما هست که دوست ما هستن و باعث افتخار میشه. بسیار عالی. ورزش دوست داری؟ ورزش دوست دارم بله. خب کدام ورزش؟ راست بگویم. و کدام ورزش هم میکنیم؟ میگم راست بگویم بله. من چی بگویم، فوتبال دوست دارم یا والیبال؟ من ریسمان بازی را زیاد دوست دارم و در یه آخر بله روزانه کم کم ریسمان بازی میکنم، اما با عنوان یک بیننده یا کس که از دیدن یک ورزش لذت ببرم، من فوتبال و تنس میدانی را زیاد دوست. اگر تیم مورد علاقه تان گاه میبازه، عکس العمل شما چی میباشه؟ ما به حساب تیم کشوری، خب البته تیم خود ما یک طرف و خود ما هستیم، تیم افغانستان. بعد از خود ما، تیم کشور برازیل از یاد دوست. گاگای باخته و وقتی که باخته با خود میگفتیم کاش که دوستش نمیدش. خب آقای خلوتگر میتونین چایتان رو بگیرین و روزایی که مثلا روزای جمعه، پنجشنبه و پاخ رخصتی میباشه و اگر شما هم رخصت می باشین، با فامیل جای میرین؟ سیاحت جای؟ بسگی به فصل داره که ما دایش هستیم.
در فصل بهار و تابستان بله مزادگاه پدری ما تقریبا 100 کیلومتری شمال کابل است، منطقه کوهستان و گاگای میریم، ولی در کل روزای جمعه و روزایی که من رخصت هستم حداقل یک ساعت یک و نیم ساعت با بچه هایم با فرزند هایم میریم بیرون، یک پارک، یک رستورانی. بلی کارم افغانستان بسیار جاهای زیبا و دیدنی دارد. کدام منطقه افغانستان به خصوص کابل شما دوست دارد؟ ما در خیرخانه بزرگ شدیم و احساس میکنم که بهترین جای کابل خیرخانه است. شاید اونطورم نباشه ولی من زیاد دوست دارم خیرخانه را، بخصوص پارک سی اول. هرچند زیاد موقر است اما به هر حال من زیاد دوستش دارم. در افغانستان ما سه جای بسیار دوست دارم. قسمت‌های از کنر و نورستان، یک قسمت‌های از بدخشان و زادگاه ما کوهستان. بسیار منظره های زیبا داره واقعا. زیبا است. و بیننده های عزیز، ما احساس نزدیک میشیم به دقایق اخیر و صحبت های آقای خیلواتگر بسیار شیرین است، اما بر ما اشاره رسید که وقت برنامه ختم است و ما میخواییم که حرفای اخیر شما را در برنامه داشته باشیم، حرفایی که تا حال نگفتیم میخواییم که در برنامه ما بگوییم. آخرین سوالم ایست که آیا عاشق هستم و به عشق ایمان دارم؟ بردوش یک جواب دارم که بله. بسیار عالی. و پای آخرتم ایام به کامتون. زنده و سلامت باشین. بسیار تشکر از اینکه در برنامه ما قدم ماندین و بیننده های عزیز بسیار خوش هم گذشت، ولی تایم ختم است. باز هم میگیم که زمان در کنار دوستان هدر نمی رود. ای بود برنامه امشب. تا برنامه بعد، با سعادت.